اگه بخیر، امشب شمس شنبه هست، 21 جولای هست، بنابراین به 23 ماه تموز در یمه بن همسلین هستیم. پاراشایی که شفاعت خوندیم، پاراشای متوت، انشالله که واسه همه خوبی و خوشی باشه. و در روزایی هستیم که در جنگ هستیم، بر ضد دشمنمون، و سربازامون دارن فداکاری میکنن در جنگ. شبکه اشید برق پشت و پناهشون باشه و نجاتشون بوده از دست دشمنمون. سوال میشه، سوال اینه که اگر من در یک مجلسی میام میبینم که فقط یه بطری کوکاکولا روی میزه و همه هم دوست دارن کوکاکولا بنوشن، اگر من این کوکاکولا رو توی لیوانم نذارم و الان نمیخوام که نوشیدنی بخورم، یعنی اگر الان نذارم اینو، اون وقت بعدش واسه نمیمونه. پس چیکار میکنم؟ میام کوکاکولا رو میریزم توی لیوان خودم که حاضر باشه برای نبادا. یا وقتی که غذا میزنم روی میز، وسط میز یه دیش میزنم، توش همه چی هست، توش استیک هست، کباب هست، جوجه کباب هست، شنیتزل هست، و من جوجه کباب دوست دارم ولی در حال حاضر میخوام جوجه کباب بخورم. ولی اگر بر ندارم، وقت امکان داره که مردم همه جوجه کباب رو بعدن بخورم، بس من نمونه. پس من بر میدارم، اول کار اینه که غذایی که من میخوام بخورم و میذارم توی بشقاب خودم میذارم کنار. آیا این نقطه به ایمان بستگی داره یا نه؟ سوالمون اینه که آیا این نشون میده که آدم ایمانش کامل نیست؟ چه ربطی به ایمان داره؟ ربطش خیلی زیاده. اگر من ایمان دارم که هرچی که به حق من هست به هم میرسه، هرچی که به من به هشیم بارخ تعیین کرده که باید به من برسه، آخرش به هم میرسه. اگر اینجوری من فکر میکنم، نه فقط فکر، ایمانه، اگر من این ایمان رو دارم، احتیاج نداره باشه خودم ذخیره بکنم، بذاریم توی کوکاکولا توی بطریه بمونه، غذام توی دیس بمونه. اگر اشید برخت بخواد که حق من این باشه، من برمیدارم بخورم، آخرش واسه میمونه. اگر آخرش نمونه چی میگی اون موقع؟ اگر آخرش نمونه، این آدمی با ایمان باید فکر بکنه که حق من نبود که اینو بخورم. اگر نمونده یعنی که حق من نیست، خوب نبود بخورم. و اگر برداشتم خوردم، امکان داره که این موضوع یه گزل باشه، شاید حق چیزی که من حقم نبوده خوردم مال کسی دیگه است، پس مال کسی دیگه رو برداشتم خوردم. تا این اندازه آدم باید ایمانش به هشیم برق کامل باشه. اگر اینجوری آدم فکر بکنه، زندگیش آروم میشه، آدم هرس نمیخوره، همش هرس پول داشته باشه، هرس انبار داشته باشه. آدم میدونه که هرچی که حقش هست بهش میرسه. تو ایران چی میگفتیم؟ هرچی قسمت باشه. حالا قسمت یعنی چه؟ اگر منظور من از قسمت اینه که هرچی که هشیم بارخ واسه من قسمت رو حاضر کرده به این میرسه، پس این دستگی به ایمان داره. ولی اگر موضوع قسمت اینه که هرچی شانس آدم باشه، شانس یعنی چه؟ شانس آیا بستگی به هشیم بارخ داره؟ بعضی موقع هم اینجوری فکر نمی کنه، میگه آه چه شانسی داشت، ببین در رفت، ببین چه شانسی داشت این سربازه که زخمی نشد، اون سربازه زخمی شد، چه شانس بزرگی داشت، چه شانس بزرگی ما توی سیل داریم که بیشتر از 2000 تا موشک روی ماها پرتاب کردن و هیچ کس زخمی نشده، یه نفر کشته نشده از 2000 تا موشک. آیا میتونیم بگیم به این بگیم شانس؟
آیا میشه گفت اتفاقیه؟ آیا میشه گفت خصم شلوم دست هشم توی این کارا نیست؟ آخه چقدر باید هشم باید به ما نشون بده که مواظب ماست، که اون هست که هینه لو یا نون بلو ایشم شما اسرائیل. تا چقدر آدم باید چشماشو ببنده و حقیقت رو نبینه؟ حقیقت رو اگر آدم بخواد ببینه خیلی راحت میتونه حقیقت، یعنی هست، یعنی هشم باراخ رو میتونه در هر جا ببینه. بستگی به چی داره؟ بستگی اینه که چشمشو باز بکنه. اگر طبق ایمان روی حقیقت بخواد داره آخرش پیدا میکنه. البته تا چند بار گفتیم که ایمان بالاتر از عقله. وقتی که من چیزی رو به عقل میرسه احتیاج به ایمان ندارم. پس ایمان جاییست که عقل نمیرسه. این چیزی که در اسرائیل در اتفاق میفته این عقلانه نیست، یعنی به عقل اصلا نمیشه آدم تصور بکنه. تمام بزرگترین دانشمندهای دنیا رو بیارین که حساب بکنن، روی آمار بخوام بگیرن چند درصد اتفاق داره که همچین چیزی بیفته که 2000 تا موشک در کشور اسرائیل که 6 میلیون آدم زندگی میکنن، کشور کوچیکیه، تمام خونه ها تو هم دیگه است، خیابونا خیلی کوچیکه، همه چی تو همه، اینقدر شلوغ خیابونای اسرائیل مثل کشورهای دنیا نیست که سطح مساحت خیلی زیاد دارن. مثلا توی لس آنجلس شما ببینید جاهایی که خونه رو ساختن مغازه نیست، یعنی بالای خونه ها مغازه، زیر خونه مغازه نیست، یا جایی که مغازه هست بالاش خونه نیست. چرا؟ چون جا هست، خیابونا فراوون بزرگ، جای خونه مال خودش، جای مغازه مال خودش. ولی توی اسرائیل ما جا نداریم. پس اگر تو این اینقدر که ما تو هم دیگه هستیم، اینقدر براخایی هست تو اسرائیل، مردم تو هم هستن، یک دونه موشک به هیچ کس آسیب ندیده. حالا چی بیاییم بگیم؟ بیاییم بگیم خب این دستگاه ضد موشکی که در اسرائیل داریم بهش بگن که پدابرزه، اینا این دو موشک ها رو گرفتن. اولا اینو بدونین که شاید 15% موشکایی که پرتاب شده در اسرائیل، شاید این موشکای ضد موشک اینها رو گرفته باشن. فقط 15%. 85% از موشکا افتاده، یعنی خورده به زمین. کجا خورده؟ چرا هیچ کس آسیب ندیده؟ حالا موضوع دیگه، حتی این موشکی که ما پرتاب میکنیم بر ضد اون موشکه، موشک از طرف غزه میاد و به چه سرعتی ظرف 90 ثانیه از غزه میرسه به تل آویو. با اون سرعتی که داره میاد، این موشک ما میفرستیم، این موشک میاد به اون برخورد میکنه. حالا اگر بهش برخورد نکنه و در بره چی میشه؟ دو تا موشک توی سر میفته، یکی خودمون زدیم، یکی خماس زده. حالا کی باعث میشه که این موشک به اون بخوره؟ کی باعث شده که اصلا این عقل رو به یک آدمیزاد بده که یه همچین دستگاهی رو به برپا بکنه؟ آیا دست هشم اینجا نیست؟ اگر که حقیقت رو بخوایم برسیم، چقدر باید بدونیم که فقط ببینید ایسرائیل که خیلی بزرگ، من دارم بهتون میگم، ولی ایسرائیل که خیلی کوچیکه، همونجور که الان باستون آوردیم، نمونه آوردیم روی قضا مثلا، آیا من اینجا، من این قضا من مال من هست یا نه؟ من نمیدونم مال من هست یا نیست. باید چی کار بکنم؟ من الان نمیخوام قضا بخورم، میخوام الان سالاد بخورم، دست به قضا نمیزنم، میذارم تا آخر. وقتی که بخوام قضا بخورم میبینم اگر تو دیست موند، پس حتی واسه من مونده، همه خوردن. اگر نموند، یعنی که هشم باراخ نمیخواست که من بخورم. ببینید درجه ایمان تا این اندازه باید برسه که آدم بدونه که تحت کنترل 100% هشم باراخ قرار داره.
و غیر ممکنه که چیزی که آدم به حقش بهش میرسه هاشم بهش نده. غیر ممکنه. ولی برعکس شو نمیتونم بگم غیر ممکنه. امکان داره که آدم چیزی هم که حقش نیست بهش برسه خودش برداره. بعضی موقعا هم میدونه میره دزدی میکنه خصمش رو جون از جونمون. دزدی چیه؟ طرف میره مال آدمیزاتی که مال اوناست، مال خودش نیست، میره میدزده. چرا قصد کرده دزدی کردن؟ چرا؟ چون تو که دزدی میکنی مال خودت نیست. هاشم بارخ اونو واسه تو تعیین نکرده. هاشم بارخ اینو واسه یه نفر دیگه تعیین کرده، مال تو نیست. اگر که ایمان داشته باشی میدونی که هر چی که بهت میرسه حقت هست بهت میرسه. داستانی تعریف میکنن، یه نفر بود، یه پسر یه شیوایی، این داشت از کوچه راه میرفت، دفعه دید در یه خونه بازه، یه تقرقرمش قلبه کرد، گفت بیا ببینم، یعنی کنجکاوی میکنه که ببینم کسی از تو خونه هست یا نیست. آمد در خونه، صدا میزنه، داد میزنه، صاحب خونه، صاحب خونه، میبینه هیچ کس نیست. از دور میبینه روی بوفه یک ظرفای بزرگ طلایی و نقره‌ای روی زمین روی بوفه است. چقدر قالیچه ابریشمی روی دیواره، چقدر ثروت هست. یه تقرقرمش قلمه کرد و اومد یه ساکیت برداشت، یه ساک برداشت، اینا رو گذاشت توی ساک که بدوزه ببره به خودش. دقیقه آخر پیش خودش گفت ساکرم، من دارم چیکار میکنم؟ آیا حق من هست یا نیستیم؟ اگر حق منه هشون براخ به این میرسونه، چرا من باید دزدی دزدی بکنم؟ همه رو گذاشت در رفت. صاحب خونه که یه خانم تنها بود، شوهرش فوت کرده، میاد تو خونه میبینه بابا اینا دزد اومده، هرچی نگاه میکنه میبینه چیزی ندزدیدن، ولی نشون میده که دزد اومده تو خونه. چی میشه؟ خودش میشه فکر میکنه به خاطر اینکه من تنها هستم، من در خطر هستم، امکان داره که دزدا بیان خصم شلوم به جونش هم صدمه بزنن، تصمیم میگیره بره و با یه مرد ازدواج بکنه. حالا کجا بره؟ پیش کی بره؟ حالا میشه میره یه شیوا، همون کسی که همون پسره که تو اون یه شیوا است، تو هم یه شیوا میره، میره میشه روش شیوا، بهش میگه ببین جناب من یه زن بیوه هستم، تنها زندگی میکنم و ثروتم زیاد دارم، به من اگه میتونی یه شوهر معرفی بکنی، یه پسری که خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، آدم درست و صاف و ساده باشه و تو را خوب باشه. رابه میگه بهتخ، آره دارم. این پسر را صدا میکنه که بیاد، با هم دیگه میشنن حرف میزنن، آخرش به هم دیگه میرن که به هم دیگه خوب میخورن و با هم دیگه ازدواج میکنن. همون ثروتی که میخواست آقا بدوزده با روی درست کاری به دستش رسید، نه روی بدکاری. چجور اش این بارا همه چی درست میکنه؟ حفظ خاییم ایشون یه مغازه عطاری داشت، بعد از چند سال که تو مغازه داره کار میکنه، همشه خودش کار میکرد، خانمش کار میکرد، یه نفر تصمیم میگیره بیاد رو به روی مغازه این آقای حرم حفظ خاییم یه مغازه عطاری باز بکنه. رقی چیکار کنیم؟ خبز خیلی چیکار میکنه؟ اولا میره پیش طرف بهش میگه ببین من بهت میگم چه چیزایی بخری چه چیزایی نخری، چیزایی از چه شرکتی خرید بکنی از چه شرکتی خرید نکنی و چه چیزایی در ویترین بذاری که مردم رو بکشه به خودش و قیمتایی که بهت میگم اینجوری بفروش که ضرر نکنی. بچه میاد پیش خانمش، به خانمش میگه ببین ما از الان شروع میکنیم فقط نصف روز کار کردن، نصف روز باید مغازه رو ببندیم. چرا؟ میگه این بدبخت اومده مغازه رو باز کرده، اگر مغازه ما باز بشه کی میاد از این خرید بکنه؟ این تفلک همه میان از ما خرید میکنن، این میدونه این پرنسا میمونه. پس ما اگر مغازه رو ببندیم مردمی که میان خرید بکنن ببینن که مغازه ما بسته است، میان از این خرید میکنن. این جوری باید بکنیم؟ یعنی ایمان داره که پروساش دست هشمی براخه، اون چیزی که باید در خیره در ظرف 24 ساعت در روز بفروشه میتونه ظرف 5 ساعت بفروشه، ضرر نمی کنه.
اگر ربط به اون آقا پیشنهاد داده چکار بکنه که اونم سود بکنه، میدونی که از جیبش نمیره. این نقطه ایست که اینقدر مهمه در زندگی این روزهای ما. یه نقطه دیگه از نظر ایمان، حالا بخواهی میره بیهشون گفتن در روز جمعه میخواستیم داریم شیعور ساعت 6 و شروع کرد آجیل خطر، موشک میاد، هر بغل یه دیوار واسد و پاشه شروع کرد تدیدیر کردن دیوانو شعورم. اگر موقعش چیزی که من باید بمیرم، من حاضرم. اگر من باید جونمو به خاطر کیدوش هشم فدا بکنم، حاضرم که موشک به این بخوره خیر واسده، نه زیر جایی که خطر داره. چرا؟ چون آدم باید نوشته اوشمات معاده نشده خیل اون بغل واسه میگه اگر وقتش رسیدی که من ببینم، من حاضرم ببینم. وقتی موشک رفت شد تموم شد، مرشد برخ رو ببینش بولم، فهمیدم که تو میخوای من زنده بمونم. خیلی متشکرم از تشکر فراوان و دوباره ادامه داد راهشو که بیاد به شیوا که شعور بده بیما. میبینی چجوری آدم میتونه از هر چیزی ایمان بگیره، از هر چیزی قدرت ایمانش رو کامل تر بکنه. حالا این نقطه چه ربطی به پاراشایی که در شبات خوندیم داره؟ در شبات خوندیم بنه روبن و بنه گد، اینها آمده به مشربه رو میگن مشربه رو ما اینقدر گله گوسفند داریم، اینقدر ثروت زیاد داریم، ما احتیاج به جایی داریم که گوسفندامون چرا بکنن و غذا داشته باشن بخورن. و اینجا هم ما داریم میبینیم خیلی صحرا زیاده، سبزیجات خیلی زیاده. لطفا ما نمیخواییم که ما را ببری در کشور اسرائیل. حالا به کی دارن آمدن این حرفا رو میزنن؟ میاد به موشه ربینو میگن که موشه ربینو خودش 515 بار تفیلا خونده که وارد ارز اسرائیل بشه و شنی برخ بهش قسم داده بود که وارد نشه. یعنی این آقا که میتونه نمیتونه وارد بشه، تفیدا داره میخونه اینقدر کشید برخ ببخشتش وارد اسرائیلش بکنه. اینهایی که میتونن وارد اسرائیل بشن آمدن میگن به خاطر پول و به خاطر ثروتی که ما داریم لطف کن ما نمیخوایم وارد اسرائیل بشیم. عجیبه این بله روبه این بله گاد، اینا یکم ایمانشون سست بوده. چرا؟ چون اگر که ایمان داشتن همونجور که هشین برخ به شما ثروت داده و گله و گوسفند داده، پس حتما هشین برخ بتون جایی هم میده که بتونین ثروتتون رو نگه دارین. چرا شما ایمانتون اونقدر کمه؟ چرا وارد اسرائیل میخواین بشین؟ خب ما اسرائیل نهیدی نمیدونیم چیه، نمیدونیم چی جوری میشه. یعنی چی نمیدونیم چی جوری میشه؟ هر چیز که میشه دست هشین برخه. حالا ببینین، البته اینا آدمایی بودن که هشیم برخ صدای هشیم رو در کوه سینای شنیدن، ده فرمان رو شنیدن، تمام معجزات رو توی بیابون رو دیدن. ما نمیتونیم راجع به اونا قضاوت بکنیم، ولی منظورمون اینه که مسار یاد بگیریم. در چه درجه اینها بودن ما نمیدونیم، ولی مسار یاد گریم بزنیم واسه اون جا هست که مسار یاد بگیریم. میان به روحه به نگاه چی میگن؟ میگن نیبره علیه نیبره گیدرتون نیبره رتولینو به گذر به تپینو. یعنی میگن اول به موشه میگن موشه رفینو، ما منظور نداشتیم که اینجا بمونیم، نه اینجا بجای جنگیم، میاییم میجنگیم، فقط ما اول جا درست میکنیم برای گوسفندامون، بعدش هم جا درست میکنیم برای بچه هامون، وقت میاییم با قوم اسرائیل در کشور اسرائیل بجنگیم. موشه رفینو میگه شما اول فکر گوسفنداتون هستین بعد فکر بچه هاتون هستین؟ اینجوری نه، اینجوری نکنین. اول همه خونه درست بکنین برای بچه هاتون، بعد طبیله درست بکنین برای گوسفنداتون. این نشون میده که اینا اینقدر حرص پول داشتن، حرص ثروت داشتن، همش دنبال پول و ثروت میگردن.
یک گوسفند دارم، کسی که به میگن نیوهن بهون، کسی که حس پولو داره همش میگرده از این بر از اون بر از اون بر از اون بر از اون بر از کجا که باشه بتونه پول پیدا بکنه، این آقا ایمان نداره. این آقا فکر میکنه که فقط عقلش با عقل خودش میتونه کار بکنه و عقل خودش پول در بیاره. ولی کسی که ایمانش کامله میدونه که پرواسه راستش این برخه، هر چی که به هم میرسه از این برخ باید میده، حق ما باید میده. چه نقطه مهمیه در زندگیمون مثلا این روزا. دبی دبی رخ تو تهیلی میگه ایپول میسید خواه ایلف اروبا میمینه خواه ایلی خلوی گرش. یعنی چه؟ یعنی کسی که سه تا سرباز تو جبهه هستن، سرباز وسطیه میبینی که سرباز بغل دستیش افتاد دور از جلوی اون کشته شد، یه پل میسید خواه ایله میبینه هزار تا این ولی کشته شدن، میبینه اول بابا میبینه خواه بابا یعنی ده هزار، میبینه ده هزار نفر طرف دست راه چند کشته شدن خصف شهرو طرف دست راست ایله خلوی گش. ولی اون تیری که زدن اگر که تو باید زندگی به بی زنده بمونی بهت درسه این تیره. و ببری میگن کار کدور یش اکتوبت، هر تیری که میخوره، هر بمبی که میندازن، هر نارنجه که میندازن یک آدرس داره، هشمی بارخ اونو هدایت میکنه. الان موشک میندازن از غزه رو سر ما، ببینی تا وقتی که یه نفر که تیرکمون دستشه، تا وقتی تیره دستشه میتونه نشونه بگیره، ولی وقتی تیره را رها کرد دیگه کنترلش دستش نیست. همونطور اینا که تو غزه موشک میندازن رو ما، اونا میتونن نشونه بگیرن روی قطرابین، ولی وقتی که رو هوا میاد تیره اون موشکه دیگه دست اونا نیست که کنترلش بکنن. آیا کسی هست که میتونه این موشک رو کنترل بکنه؟ آدمیزاد نمیتونه، درسته، ولی هشمی بارخ میتونه. کنترل موشک در هوا دست هشمی بارخه، نه فقط در هوا، کنترل ما هم دست هشمی بارخه. اگر اینجوری آدم بشینه زندگیش اینجوری فکر بکنه، فکر همه چی رو بکنه، اینجوری فکر بکنه که یعنی من میتونم که من تحت کنترل، تحت نظر هشم هستم. یه دستان تحریف کردیم بارتون، چند نفر میدن توی رستوران میشنن غذا میخورن، این سال رستوران هم از اینا خوشش میاد، بالاخره بازشون یه مطلع میاره، یه دیست بزرگ هندونه قاش میکنه میره میزنه وسط میز مطلع از رستوران. تو حالا ده نفر نشستن، بالاخره همه هم مؤدب هستن، آقا کی اول قاش اول رو برداره بخوره؟ من که شکمون نیستم که. خلاصه این به اون نگاه میکنه، اون به اون نگاه میکنه، یکیشون شروع میکنه، اون که شروع کرد همشون شروع میکنن، چنگالاشون رو میزنن توی هندونه و میذارن قاش قاش میخورن، آخر همه چی میشه؟ یه قاش هندونه توی اون دیست میمونه. حالا کی اینو بخوره؟ هر کسی به خودش میگه نه من مؤدب هستم، حق من نیست، نه من دست بهش نمیزنم. اتفاق میفته اون صاحب رستوران از بغل کلید برق رد میشه، دستش به کلید برق میخوره، برق خاموش میشه، فقط واسه چند ثانیه تا خاموش میشه یک دفعه یک صدا میاد آی، برق روشن میکنه، میبینه که یه نفر دستش توی هندونه است با دست، بقیه هم با چنگال رو دست این آقا، چنگالاشون تو دست این آقا فرو رفته. حالا معنی چیه؟ یعنی ما نشون میدیم که ظاهرا ما ایمان داریم، ولی باطنا آیا ایمان داریم؟ من حق من میدونم که این قاش هندونه اگر حق من باشه دست من میاد، متاسفانه اینو نمیدونیم، اینجوری فکر نمیکنیم. این نقطه هست که باید از پارشه هفته یاد بگیریم، و در این روزا چقدر آدم باید ایمانش کامل باشه. ببینین الان انقدر زمینه حاضره برای مشیخ، ببینید چجوری زمینه حاضره. الان تمام قوم اسرائیل متحد هستن، بینمون روح هاشم مخلوقت نیست، همه پشت سربازمون هستن، همه در تنگنا هستیم، یسورین داریم و یسورین مخبر عبونوت، پس گناهامون هم پاک میشه،
روز شبات به اون صورت خیلون شبات نیست در خیابونا، تموم لب دریا مردم نمیرن، بروخ هشم پلیتسود کمتره. میبینید چقدر زمینه حاضر و آماده است برای اینکه با شیخ بیاد. چیکار باید بکنیم؟ تفیلا بخونیم. این روزایی که ما بین شیواسم به تموز و تش آب آب هستیم، تفیلامون اینقدر مهمه. مثلا بعضی که حاری کدوش میگه که باید در وسط روزم آدم خطسوت بگه، روزنین بشینه گریه بکنه به خاطر اینکه بیت المقدس دوباره ساخته بشه، چقدر مهمه. و این روزا روزاییست که خیلی خیلی استعداد داره برای اینکه به گئولا شلما برسیم. ما میخورم بنابراین این همون باید یک دسته باشیم، همون باید یک کاری بکنیم، باید کبالوت بگیریم، باید هر کسی یه میتونه انجام بده، هر کسی میتونه هر چقدر تفیلا بکنه برای سربازامون که در جنگ هستن با جون فشانی و هشین برق پوش و پناهشون باشه انشاءالله، و هر کسی میتونه تفیلا بخونه برای مشیخ، هر یک میسوایی که انجام بده و اینو تحویل بده به برای سربازای اسرائیل برای بیدن آمدن مشیخ. این مهمه، این چیزیست که الان ما احتیاج داریم به ازادش این برق. هشین برق به همون خوبی و خوشی بده، انشاءالله که سلامتی کامل به همه بده، تمام رفاه شده ما و تمام سربازایی که زخمی شدن تو جنگ بده، شش این برخ مال دست دشمنمون رها بکنه و انشاءالله بتونیم با خیال راحت در کشورمون بشینیم، توراه بتونیم بخونیم، از خود توراه شامل همهمون باشه. آمین که رسول تسکول میسود. شبتون بخیر.